سلام دوستان به کانال ما خوش آمدید. امروز با خبری ناگوار از ایران در خدمت شما هستیم که شاید شما را شوکه کند. آیا می دانستید که در هفت ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 300 نفر در ایران اعدام شدند؟ بله، درست شنیدید؟ 300 نفر. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این آمار شامل 20 افغان، 42 بلوچ، 20 کرد، یک عراقی، و 15 زن می شود. اما این همه ماجرا نیست. از این تعداد 172 نفر به اتهام های مربوط به مواد مخدر و 102 نفر به اتهام قتل اعدام شدند. همچنین 15 نفر به اتهام های امنیتی مثل مهاربه، بغی و افساد فیالارد، 5 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، 5 نفر در ارتباط با گروه های اهل سنت و 3 نفر به اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند. این گزارش که روز شنبه 13 اصد منتشر شده نشان می‌دهد که تعداد اعدام‌ها در ماه جولای به دست کم چل و نه نفر رسید که احکام 36 نفرشان در 11 روز پایانی ماه اجرا شد سازمان حقوق بشر ایران نسبت به تشدید اجرای احکام در زندان‌های ایران هشدار داده و از جامعه جهانی خواسته است که به این مسئله توجه خاص داشته باشند. سازمان حقوق بشری هنگاو نیز پیشتر از اجرای مخفیانه حکم اعدام یک افغان به نام گلابشاه نورزهی به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان بندرعباس خبر داده بود. او سهرگاه سشنبه دو مسد 1403 اعدام شد. نظر شما در مورد این اعدام ها چیست؟ آیا فکر می جامعه جهانی باید واکنش نشان دهد؟ لطفا نظرات خود را در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و میایم بالای خبر دوم شش خبر دوم مراسم فاتحه برای اسماعیل هنیه در کابل توسط طالبان طالبان روز یکشنبه چهاردهم اسد مرا دهم اسد مراسم فاتحه و دعاخانی برای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در مسجد ایدگاه کابل برگزار کردند در ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی پخش شده دیده می شود که شرکت کنندگان این مراسم پرچمهای طالبان و فلسطین را برافراشتند. جالب است بدانید که برخی از مقامات طالبان پیش از برگزاری این مراسم در شبکه های اجتماعی برای اشتراک مردم فراخان داده بودند. عبدالواحد ریان، رئیس مطبوعات و نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز ویدیویی از این مراسم را در اکس منتشر کرده است. پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان نیز مراسم فاتحه برای اسماعیل هنیه برگزار کرده بود که در آن مقامات، قامات و کارمندان این وزارت حضور داشتند. محمد حسن آخند رئیس الوزرای طالبان با گذشت پنج روز از کشته شدن هنیه در پیامی اسرائیل را دشمن خوانده است. آیا فکر می کنید برگزاری این مراسم توسط طالبان پیام خاصی دارد؟ لطفا نظرات خود را با ما در میان بگذارید و در قسمت کامنت ها بنویسید که آیا شما هم معتقدید که این نوع مراسم ها میتواند تأثیری در روابط بین المللی داشته باشد. ممنون که با ما همراه بودید.